سلام دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و امروز جلسه دوم یه سری درس هایی از کتابی دارم استفاده میکنم به نام شیپ یا شکل و تز نویسنده که خود این نویسنده شبانی هست در آمریکا و هزاران نفر رو در سال مجهز میکنه با تعالیم این کتاب. تز این نویسنده اینه که خدا هر کسی رو منحصر به فرد خلق کرده و هر کسی خصوصیات منحصر به فرد شخصیت خودش رو داده و برای هر کسی هم خدا نقشه‌ای داره که تو زندگیش برای ملکوت خدا انجام بده. و این نبیته فقط تز نویسنده نیست، ما دیدیم که توی جلسه اولمون که اساس این کتاب بر طبق آیه افسسیان فصل 2 آیه 10 هست که پولس رسول میگه که هر کدوم ما در عیسی مسیح، هر ایمانداری به عیسی مسیح، شاهکار خلقت خدا هستیم، صنعت دست اون هستیم. خدا داره در ما یک چیز زیبا میسازه. گفتیم کلمه‌ای هم که استفاده میکنه پولس رسول کلمه‌ایه که به انگلیسی ازش کلمه شعر رو میگیریم. هر کدوم ما شاهکار هنری خدا هستیم و خدا برای هر کدوم ما نقشه‌ای داره، کارهای نیکی در نظر داره که میخواد انجام بدیم. پس خیلی مهمه تو زندگیمون درک کنیم که خدا منو چطوری ساخته، من رو چه خصوصیاتی خدا به من داده و میخواد من با زندگیم چی کار بکنم. خیلی وقتا ناراحتیم به خاطر اینکه دیگران چه مقامهایی رو دارن، دیگران چه خدمتهایی رو دارن، دیگران چقدر موفقن و افسوس میخوریم. ولی عزیزان، خدا اینطوری به ما نگاه نمیکنه. خدا هر کسی رو طوری آفریده که میخواد خودش رو از طریق خصوصیات اون شخص نشون بده. گفتیم که این کلمه شیپ، نویسنده از هر کدوم از حرفای انگلیسی این کلمه استفاده میکنه و انگوش میذاره روی 5 نکته که ما برای اینکه خودمون رو کشف کنیم که من چه شخصیت و چه هویتی دارم، باید درک کنیم که عطایای روحانی من چیه. اس کلمه شیپ مخفف spiritual gifts هست یا عطایای روحانی. خیلی مهمه که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم بدونیم که روح خدا در ما ساکن میشه. این کلام خدا خیلی این رو واضح درس میده که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، نه فقط گناهانش بخشیده میشه، نه فقط عضو خانواده الهی میشه، بلکه روح خدا در اون شخص ساکن میشه و روح خدا عطایایی رو با خودش میاره و به زندگی ما میده. جاهای مختلفی هست تو کتاب مقدس، بهش خیلی سریع نگاه خواهیم کرد تو این جلسه، که ما هر کدوم عطیه یا عطایای روحانی داریم و باید کشف کنیم که اونا چی هستن. چون اگر زندگیمون، خدمتمون بر اساس اون عطایایی که خدا به ما داده نباشه، باعث کلافگی خودمون و دیگران خواهد بود. پس اگر میخوای کشف کنی که تو رو خدا چطوری خلق کرده، تو رو با چه خصوصیات منحصر به فردی خلق کرده، میخواد تو با زندگی چیکار بکنی برای ملکوت مسیح، باید درک کنی عطایای روحانی تو زندگی چیه. و قسمت بزرگی از خوندگی ما تو زندگی بر اساس عطایایی که خدا به من و تو داده. نویسنده این فصل رو با یک نقل قول از یک کشیش شروع میکنه. این کشیش میگه که من فکر میکردم عطایای خدا روی این طبقه های بالا هستش و هرچی من بزرگتر بشم، بلندتر بشم، این عطایا رو بیشتر میتونم کسب کنم. ولی حالا درک کردم که خدا عطایاشو رو طبقه های پایین نگه میداره و هر چقدر من خودم رو فروتنتر کنم، کوچیکتر کنم، بیشتر دسترسی دارم به عطایای خدا. خیلی واسه من اقلا نقل قول زیباییه که چقدر فروتنی مهمه که با آغوش باز قبول بکنیم خدا من رو چطوری خلق کرده، به من چه عطایایی داده و چطوری میخواد که من از این عطایا استفاده بکنم. این فصل رو نویسنده با این جمله شروع میکنه که هممون، خدا به هممون عطایایی داده که باش کارهای بزرگی تو زندگی بکنیم. خدا میخواد ما شاهکارهای خلقتی رو که داره در ما خلق میکنه از طریق روحش که در ما ساکنه، میخواد خودش رو نمایان کنه. و خیلی خیلی مهمه که هر فرزند خدا بدونه که عطیه یا عطایای مخصوصی رو از پدر آسمانیش دریافت کرده. و نه فقط ما عطیه مخصوصی داریم، بلکه جایی داریم که خدمت بکنیم. خیلی وقتا شاید پیش خودتون فکر کنید که من اگر باید فقط یک مقام و لقب داشته باشم تا خدمت کنم. نه، وقتی خدا عطیه خاصی میده، خدا به تو اون جایی هم میده
که اون عطیه رو استفاده بکنی و فیضش رو، محبتش رو، حضور خدا رو اونجا نمایان بکنی. هر فرزند خدا عطیه ای از روح خدا داره و روح خدا به هر فرزند خدا جایی رو میده برای خدمت کردن، برای استفاده کردن از اون عطایا. پس هیچ کسی در کلیسای عیسی مسیح نیازی نداره که احساس حقیر بودن بکنه، احساس بی ارزشی بکنه، احساس اینو بکنه که من که کسی نیستم، من که عرضه‌ای ندارم، من که بودنم یا نبودنم واسه کسی فرقی نمیکنه. نه، هممون یک جای مخصوصی داریم توی بدن عیسی مسیح. و خیلی وقتا نویسنده ادامه میده صحبت رو، میگه که خیلی وقتا میبینم افرادی که یک کلافگی، یک باری رو روی دوششون تو زندگی دارن جلو میبرن، ولی این افرادی هستن که درک نکردن که خدا بهشون چه عطایایی داده و دارن جای خدمت میکنن که باعث کلافگیه، باعث باره، باعث داغون کردنه، به جای اینکه شکوفا بشیم در خدمتمون، در زندگیمون برای عیسی مسیح. باید بدونیم که پولس خیلی تاکید میکنه توی عهد جدید روی این حقیقتی که ما باید درک کنیم عطایای روحانی چی هستن و چطوری باید استفاده بکنیم از این عطایا. حالا آیاتی رو که پولس درباره عطایا صحبت میکنه و نویسنده‌های دیگر رو الان بهتون میگم چند لحظه دیگه، ولی قبل از این میخواستم یه سری از سوء تفاهمات رو رفع بکنیم. نویسنده اینطوری میگه، صحبت رو ادامه میده، میگه که اولا باید ببینیم که عطایای روحانی چی هستن، و قبل از اینکه ببینیم چی هستن اول بگیم که چی نیستن. عطیه روحانی شخصیتت نیست. یعنی خیلی وقتا فکر نکن که اگر من شخصیتم اینه پس این یه عطیه روحانیه. نه، نه، عطایای روحانی تو از طریق شخصیتت نشون میدی، ولی عطایای روحانی شخصیتت نیست. عطایای روحانی توانایی های طبیعیت هم نیست. توانایی طبیعی هم دربارش صحبت خواهیم کرد در جلسات آینده، ولی عطایای روحانی اون توانایی هایی که من خودم دارم هم اونا هم نیستن. عطایای روحانی ثمره روح القدس هم نیست. توی غلاطیان پولس صحبت میکنه که ثمره روح القدس محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربونی و غیره و غیره، ولی ثمره روح القدس کارهایی که خدا داره تو زندگی ما انجام میده. عطایای روحانی اون کارهایی که ما میخوایم برای خدا انجام بدیم. پس عطایای روحانی چی نیستن؟ عطایای روحانی شخصیت ما نیست، توانایی های طبیعی ما نیست، ثمرات روح القدس نیست. عطایای روحانی رو اینطوری نویسنده تعریف میکنه، میگه که توانایی مخصوصی که خدا میده به هر ایمانداری موقعی که اون شخص ایمان میاره و روح القدس در اون ساکن میشه، که از طریق اون بدن مسیح رو بنا بکنن و محبت مسیح رو نشون بدن. عطیه روحانی اون توانایی الهیه، اون استعداد الهیه که خدا به هر ایمانداری میده که از طریق اون دیگران رو بنا بکنه و محبت بکنه و خدمت بکنه. یه نویسنده دیگه میگه هدف عطایای روحانی خدمت کردنه، نه خودخواهی. هدف عطایای روحانی که خدا به ما میده اینه که خدمت کنیم، نه اینکه خودخواهانه اونها رو بگیم اینا مال من هستن. عطایایی که خدا به شما میده، خیلی نکته مهمیه، برای تو نیست و به خاطر تو نیست. عطایایی که خدا به تو میده برای این نیستش که اعتماد به نفست بیشتر بشه، برای این نیستش که آدم محبوب تری بشی، برای این نیستش که آدم با نفوذ تری بشی. خدا عطایای روحانی میده فقط و فقط برای اینکه تو خدمت کنی و بدن مسیح، کلیسا رو بنا بکنی. و باید بدونی که هدف کشف عطایای روحانی هدف آخری نیست. تو باید عطایای روحانی تو کشف کنی که خدا به تو چی داده و ازت چی میخواد تو زندگی، ولی این هدف آخر نیست. هدف آخر اینه که از این عطیه استفاده کنی برای برکت دادن به دیگران، برای خدمت کردن و بنا کردن دیگران. و هر کسی، کتاب مقدس خیلی واضح میگه، هر کسی عطایایی داره از طرف خدا. پولس رسول دوباره اول قرنتیان 7:7 میگه که اما هر کس عطایی خاص از خدا یافته است، یکی دارای یک عطاست و دیگری دارای عطای دیگر. هر کسی از خدا اقلن یه عطیه یا چند عطیه داره و عطایا هم با همدیگه فرق دارن. پتروس توی اول پتروس اینطوری نویسنده میگه،
میگه که اول پتروس فصل 4 آیه 10 رو میخونم، میگه که به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید. هر کسی استعدادها و عطایای روحانی داره، توانایی های الهی مخصوصی داره. برای چی؟ برای به کار بردن، برای محبت کردن، بنا کردن و خیریت رسوندن به دیگران. این پس تعلیم کتاب مقدسه. و کتاب مقدس خیلی جالبه، نویسنده میگه که مهم نیست که ببینی چند تا عطیه داری، مهم اینه که از اون چیزی که داری استفاده بکن. شاید خدا به یکی یه عطیه داده، به یکی دو سه تا دیگه، ولی فرقی نداره. صحبت گفتم رقابت نیست، حسادت نیست، مسابقه نیست. صحبت اینه که هر کسی باید کشف کنه که خدا اون رو برای چی ساخته، برای چه هدفی، با چه استعدادهایی، و میخواد اون شخص با زندگیش چی کار بکنه. نویسنده دوباره اینطوری اشاره میکنه، میگه که اگر ما از عطایای خودمون استفاده نکنیم تو زندگی، عطایایی که پدر آسمانی با چه سخاوتمندی داره به ما میده، مثل این میمونه که کریسمسه، یه سری کادو گرفتی از پدر مادرت ولی این کادوها رو نمیخوای باز کنی. میگه که چقدر کادوی قشنگیه، مرسی که این کادو رو به من دادی، ولی کادو آدم وقتی میگیره باید باز بکنه و لذت ببری و استفاده بکنی، وگرنه هیچ پدر مادری خوشحال نیست که بچهش فقط به یه کادو نگاه کنه بگه به به و چه چه. پس خدا به ما این عطایا رو داده مثل کادو، مثل هدیه که میخواد ما ازش استفاده بکنیم. و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که ببین که باید وقتی که کلام رو میخونی سعی کن که تو ذهن خودت ببینی که فکر میکنی که کدوم یکی از این عطایا رو داری و شروع کن استفاده کردن از این عطایا. منظور چیه؟ من همیشه این مثال رو به کار میبرم، میگم وقتی یه ماشین داره حرکت میکنه خیلی راحت تره که فرمون رو آدم جهتش رو عوض کنه تا وقتی یه ماشین یه جا واستاده. خیلی سخت تره که فرمون رو آدم بخواد عوض کنه. سعی کن فکر بکنی که تو چه عطایایی داری، شروع کن استفاده کردن، خدمت کردن. ببین که من این حالا این تستایی که خودم به خیلیا گفتم، وقتی که داری یه جا خدمت میکنی ببین که آیا تو داری ارضا میشی، آیا احساس میکنی که این چیزیه که شاید خدا داره در تو پرورش میده. سوال اولت این باشه. نکته دوم، آیا دیگران هم دارن برکت میگیرن از کار تو؟ و نکته سوم، آیا خادمین کلیسا، آیا شبانان کلیسا هم این عطیه رو دارن در تو میبینن یا نه؟ این سه نکته ای که من همیشه تو درسای خودم خیلی تاکید میکنم که وقتی میخوای کشف کنی که عطای روحانی چیه، ببین که شروع کن به کارهای مختلف کردن، خدمات مختلف. نشین بگو که تا خدا به من نشون نده من کاری نمیکنم. نه، حتی اگر فکر میکنی یه چیزش عطیه تو باشه، شروع کن استفاده کردن و ببین که آیا خودت داری ارضا میشی، آیا دیگران دارن برکت میگیرن و آیا خادمین هم اینو دارن در تو میبینن یا نه. حالا خیلی سریع فقط میخوام اشاره بکنم، 5 جای مختلف کتاب مقدس لیستی هست از عطایای روحانی. رومیان فصل 12 آیات 6-8، رومیان 12:6-8، اول قرنتیان 12:8-10، اول قرنتیان 12:8-10، اول قرنتیان 12 آیه 28، افسسیان فصل 4 آیه 11 و اول پتروس فصل 4 آیات 9-10. دوباره میخونم، رومیان 12 آیات 6-8، اول قرنتیان 12 آیات 8-10، اول قرنتیان 12:28، افسسیان 4:11 و اول پتروس 4:9-10. و وقتی که این آیات رو میخونیم میبینیم که به نظر میرسه بین 19 تا، بعضی حالا میگن 20 تا عطیه های مختلف هست که کلام خدا اشاره میکنه. مدیریت، رسالت، تشویق کردن، بشارت دادن، ایمان، هدایای مالی دادن، شفا دادن، کمک کردن، مهمان نوازی، زبانها، ترجمه زبانها، معرفت، رحمت، معجزه، شبانی، تعلیم، حکمت، تشخیص ارواح، تشخیص روحها. پس عطایای مختلفی هست و خیلی وقتا ما فکر میکنیم که اون عطیه هایی که خیلی باعث بهبه و چهچه گفتنه من باید دنبال اونا باشم، عطایایی که خیلی چشمگیره، عطایایی که خیلی میتونه نفوذ داشته باشه روی دیگران. ولی کلام خدا همچین فرقی نمیذاره بین عطایا. حتی کتاب مقدس میگه که تشویق کردن یه عطیه است،
کمک مالی کردن یه عطیه است، مهمان نوازی یه عطیه است، مدیریت یه عطیه است، رحمت یه عطیه است. پس بالا پایین نداره ارزش این عطایا عزیزان. چیزی که باید درک بکنیم اینه که خداست که منبع این عطایاست و خداست که میخواد ما این عطایا رو در محبت استفاده بکنیم برای بنای کلیسا، برای بنای بدن عیسی مسیح. وقتی که عطایات رو استفاده میکنی، هم دیگران برکت میگیرن، هم خودت ارضا میشی و هم کلیسا بنا میشه. آخر این فصل نویسنده اشاره میکنه به یه سری از خطرات، یه سری از وسوسه ها یا افکار اشتباه که میتونیم تو زندگی باش برخورد کنیم و باید مواظب باشیم. نکته اول، خیلی وقتا خطرهایی که باش روبرو میتونیم بشیم این هستش که خودمون رو مقایسه کنیم با دیگران. مقایسه کنیم که این چرا اون عطیه رو داره، چرا من این عطیه رو دارم؟ چرا این اون کارو داره میکنه، من این کارو دارم میکنم؟ و خیلی وقتا به خصوص کسایی که در مقام رهبری هستن، دیگران شاید حسادت کنن که چرا اون داره رهبری میکنه من نکنم، چرا اون داره موعظه میکنه من نکنم. و این احساس رقابت یکی از خطرهای بزرگ این استفاده از عطایا هست. یک خطر دیگه این هستش که نویسنده میگه که خیلی وقتا فکر میکنیم که اگه من توی یه چیزی خوبم، قوی هستم، عطیه دارم، پروجکت میکنیم اینو رو دیگران، یعنی توقع داریم دیگران هم مثل ما قوی باشن تو اون کار، دیگران هم مثل ما عطیه خاصی داشته باشن، دیگران هم مثل ما استعداد روحانی توی اون کار داشته باشن. ولی نه، خدا هر کسی رو مختلف خلق کرده، هر کسی رو منحصر به فرد، و نباید که فکر کنیم که همه باید مثل ما باشن. یه خطر دیگه، خطر سوم، اینه که میتونیم عطیه‌مون رو رد کنیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا شاید خدا به ما عطایای خاصی داده ولی رد میکنیم، چون فکر میکنیم که ما لقبشو نداریم، ما مقامشو نداریم. شاید خدا به تو عطیه شبانی داده ولی تو کشیش یک کلیسا نیستی. ولی شبانی فقط کشیش یک کلیسا بودن نیست. شاید خدا میخواد تو چند تا جوان رو شبانی بکنی، شاید بخواد چند تا بچه کوچیک رو شبانی بکنی، شاید بخواد دوستات رو شبانی بکنی. پس عطیه شبانی ربطی نداره به لقب کشیش بودن یا مقام کشیش بودن. و خطر چهارم، پس گفتیم خطرهای اول اینه که خودمون رو مقایسه کنیم با دیگران، عطیه‌مون رو با عطایای دیگران. خطر دوم اینه که فکر کنیم اون عطیه‌ای که من دارم و دیگران هم باید داشته باشن، همه باید مثل من باشن. خطر سوم اینه که رد کنیم اون عطیه‌ای که خدا به ما داده، چون که مقامشو نداریم، لقبشو نداریم. و خطر چهارم اینه که خودمون رو گول بزنیم که ما عطایایی داریم که شاید واقعا خدا به ما نداده، به خصوص در مورد رهبری. خیلی‌ها فکر می‌کنن که رهبرن یا کشیشن یا معلمن یا واعظن، ولی شاید خدا به تو این عطیه رو نداده. شاید دوست داری این عطیه رو داشته باشی ولی نداده خدا این رو بده. پس نباید احساس کلافگی یا حقارت بکنی. یه نقل قولی میکنه نویسنده از مکسول، یک رهبر مسیحی مشهوری، میگه که اگه فکر میکنی تو یک رهبر هستی ولی هیچ کسی دنبال پشت تو نیستش که پشت تو داره راه میاد، تو رو داره دنبال روی میکنه، داری فقط واسه خودت راه میری. این حالا انگلیسیش جالبتر در میاد تا ترجمه فارسی بنده. ولی اگه فکر میکنی رهبری ولی دنبال روی نداری، داری تنهایی واسه خود راه میری، رهبر نیستی. و من وقتی که صحبت این نکته ها رو میشه یاد چند تا موضوع میفتم از زندگی خودم. یادمه که برادر ادوارد، عزیزان آشنایی دارید با ایشون تعلیم میدن توی کانال محبت، برادر بسیار بزرگی هستن، سالیان پیش توی کنفرانسی برگشت گفت همه دوست دارن بیان پشت این منبر واستن. برگشت تو کنفرانس گفت والا پشت این منبر خبری نیست، خیلی ها دوست دارن که رهبر باشن، معلم باشن، توی نور باشن، توی تلویزیون باشن، ولی این شاید این خدا نمیخواد که من این کار رو انجام بدم. شاید خدا برای من یک هدف مخصوص دیگه در نظر داره و نیازی نیست که من کلافه باشم، حسود باشم، احساس رقابت بکنم، احساس تحقیر بکنم. چون عزیزان هر عطیه‌ای، حتی اگر عطیه‌ای که تو چشمم نیاد، از خداست و خدا رو ما ناراحت میکنیم اگر رد کنیم اون چیزی که اون به ما داده و میخواد با اون ما ازش استفاده بکنیم و تو زندگی جلو بریم. یه نکته دیگه هم درباره گول زدن. من وقتی که خودم شبان یک کلیسا بودم، یک آزمایشی دادیم که مردم سعی کنن درک بکنن که عطایای روحانیشون چیه، و دوتا از دوستان عزیز من گفتن که ساسان ما این آزمایش رو انجام دادیم و خدا تمام این 20 تا عطیه رو به ما داده، ما تمام عطایای روحانی رو داریم. و من خندیدم، چون یکی از مثالهای خیلی زنده‌ای بود که این افراد صادقانه نیستن،
صادق نیستن با زندگی خودشون، صادقانه برخورد نمیکنن. خدا به یه نفر 20 تا عطیه نمیده و خیلی وقتا خودمون رو گول میزنیم و فکر میکنیم که خدا به ما چقدر عطیه داده، ولی آیا این عطایا رو دیگران هم دارن تو زندگیت میبینن؟ آیا دیگران هم دارن برکت میگیرن؟ اگر من فکر کنم که بنده خدا به من عطیه تعلیم داده و من میخواد خدا میخواد من معلم باشم و درس بدم کلامش رو، این عطیه منه، من این ادعا بکنم، بعد هر جا اگه من درس بدم ببینم مردم داره خوابشون میگیره، مردم مثلا نمیفهمن من دارم چی میگم، مردم مثلا حوصله‌شون سر میره، این یه علامتیه که شاید من عطیه تعلیم رو ندارم یا شاید اونطوری که من فکر میکنم عطیه رو ندارم. پس مهمه که خودمون رو گول نزنیم، مهمه که خودمون رو مقایسه نکنیم، مهمه که رد نکنیم عطیه‌ای که خدا میده، بلکه هر چیزی رو که داده مثل یک هدیه قبول کنیم، مثل یک هدیه باز کنیمش، استفاده بکنیم و از طریق استفاده کردنش هم خودمون برکت میگیریم، هم دیگران رو برکت میدیم و کلیسا رو بنا میکنیم. مرسی برای وقتی که اجازه دادید من امروز در خدمتتون باشم. در هفته های آینده ادامه میدیم ابعاد مختلف دیگه زندگیمون رو که چطوری از طریق این ابعاد خدا به ما یک شکل منحصر به فرد داده و میخواد از طریق درک کردن این شکل منحصر به فرد ما نام اون رو در زندگی جلال بدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. من علیرضا آفاق اسلامی هستم و متولد 1343 در شهرستان شاهرود که بعدا در 2 سالگی به شهرستان مشهد آمدم، چون پدر مادرم اصالتا اهل مشهد بودن و اونجا زندگی میکردیم. گفت دیگه چی میخواستی؟ از این محکمتر دیگه میخواستی؟ واقعا خدا من دستیم داره کنه آن رسیم دیگه، اصلا نتونستم حرف بزن با رضا دیگه، فقط رضا گوش کرد و بعد گفت دیگه همین تو اینه دیگه، بیشتر از این میخواستی دیگه، از این محکمتر میخواستی، این صحبت هایی که الان تو این سرود شد تو چجوری اینجا رضایی گفتم هیچی، من هم اکتاب سکن دعا کردم زدم اینا اومد. گفت دیگه چی بس میخواستی تو منتظر چی؟ از این محکمتر هم چیزی هست؟ گفتم نه. گفتم نه هیچی دیگه نمیخوام. گفتم هیچی، از الان دارم میگم هیچی دیگه من نمیخوام، فقط میخوام کمکم کنه در راهی که او دوست داره قدم بردم، فقط میخوام زندگیمو صرف اون بکنم و صرف خدمت رو بکنم، هیچ کار دیگه نمیخوام انجام بدم و هیچ سوال دیگه هم ندارم، هیچی دیگه هم نمیخوام بهم نشون بده. اونجا بود که 2 مرتبه باز خودم باز چون اون توبه رو قبلا هم خونده بودم، 2 مرتبه شدم باز دعا کردم بودم خدا این دفعه دیگه از دل و جون دعا میکنم و واقعا تو رو به عنوان عیسی مسیح به عنوان خداوند خودم قبول دارم و اعتقاد دارم که تو به خاطر گناهان ما روی صلیب رفتی، تو فدیه گناهان ما شدی و بعد از مردی روی صلیب خون تو ریخته شد، مردی و بعد از 3 روز از بین مرده ها برخاستی و الان زنده‌ای. پس خداوند زنده‌ام، قبولت دارم، اعتقاد دارم بهت، ایمان دارم بهت و پات هستم تا وقتی که جون در بدن دارم. و از اون بعد دیگه زمانی بود که اتفاقا روز بعدش خانمم میخواست از سفر بیاد، خانمم میخواست بیاد و من رفتم فرودگاه، یه فرودگاه هست تقریبا نزدیک فرانکفورت، نزدیک دو ساعت راهی، رفتم اونجا خانم آوردم. وقتی آوردمش قبلا پای تلفن بهش گفته بودم که من یک همچی چیزایی دیدم، من مطالعات دارم میکنم، ولی نگفتم بهش که ایمان آورده. دیگه اون بهش گفتم، گفت چی شو؟ گفتم نه من ایمان آوردم. تو فهمی چی داری میگی؟ تو مسلمون بودی که تو تا دیروز ما قبل دیگه ما تو داشتیم نماز میکنی که تو هر شب. گفتم آره من تا قبل دیم که واقعا گفتم تا شبی که به من نشون بده خودشو بازم نمازم بکنه، ولی از شب دیگه نمازم گذاشتم کنار. گفتم تا بهشم گفتم من تا دیشب، خانم روز بعدش گفتم من تا دیشب نمازم میخونم، نماز ظهر عصرم خوندم، من نماز شب نخوندم چه دیگه نماز نخوندم، دیگه هم نماز نخواهم خوند. و
اصلا یه حال خیلی خوشی پیدا کردم دیگه. و از اون بعد مثلا زندگیم یه جور دیگه شد. کم کم دم نه من که اصلا با بچه هم دعوا میکنم اصلا یه پتا رفت، اصلا یه جور دیگه شد. دیدم به کسایی که نمیتونستم ببینم اصلا دارم عاشقشون هم، میگم چرا نمیان ببینیم شما رو؟ این خانم میشه مثلا بچه بعد بچه دختر و پسر خواهر خانم هم اکثر اینجا بودم. بابا چه خستش نیم بیمه خانم گفتم چرا نمیگی که بیان ببینم؟ گفتم من واقعا دوست دارم ببینم. گفت برش گفتم اصلا نمیدونم چی جور شدم من. گفتم فقط من فقط یه کلام میگم که واقعا همه رو الان یه جور دیگه دارم نگاه میکنم، واقعا دوست دارم همه رو. گفت یعنی چی؟ گفتم نمیدونم من اصلا تغییر کردم تو خونه. صبح پا میشدم کارا خونه رو انجام میدادم. خانمم تعجب کردم گفت تو 42 سال تو اینجوری بودی؟ تو یه دفعه 10 روز ما رفتیم مسافرت اومدیم یه دفعه تو چپه شدی، همه چیت برعکس. چیکار کردم با تو؟ حتی بهش گفت نه تو شستشوی مغزی چیزی دادن.